رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در حال سخنرانی است روبروی کاخ سفید در جمع طرفدارانش و گفته که همچنان نتیجه انتخابات رو 2 هفته مانده به مراسم تحلیف قبول نداره. آرش غفوری تحلیلگر سیاسی از راکفیل در ایالت مریلند به ما پیوسته. آقای غفوری، چطور دیدید صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو؟ قرار همون صحبتایی بود که ایشون از قبل داشتن مطرح می‌کردن، عجیبم نبود. در مورد آقای پنس و صحبتایی که در مورد تخلفات انتخابات مطرح کرده بودن، تکرار صحبتایی بود که همیشه مطرح می‌کردن، قابل انتظارم بود. ولی خب یه درخواستی الان به طور مشخص از معاونش داره که در جلسه سنا و مجلس نمایندگان که همین لحظات پیش هم شروع شده در واقع دخالت بکنه در سنا و نپذیره نتیجه انتخابات رو. میخوام فقط از نظر فنی، از نظر قانونی به ما بگید که چقدر هنوز امیدی وجود داره برای او؟ تقریبا صفر. این گزارشش دیروز هم منتشر شده بود که آقای ترامپ از آقای پنس میخواد که برخی از ایالت‌ها نتایجش رو نپذیره و آقای پنس هم گفته که من این کار رو نمیتونم انجام بدم، این از لحاظ قانونی همچین اجازه رو ندارم. ببین، آقای پنس اونجا فقط نقش این کسی رو داره که میتونه آرایی رو که توی مهر موم شده به ایشون میدن بخونه و اعلام بکنه، همین. یعنی هیچ نقش اضافه‌ای در مورد تایید، رد و مسائل از این قبیل نداره. اتفاقا سناتورها یا اعضای مجلس نمایندگان هم در ترکیب با هم دیگه نقش میتونن داشته باشن در تایید یا رد، اما ما به نظر رئیس جمهور که رئیس تشریفات سنا هست، نه، هیچ نقش خاصی نمیتونه داشته باشه. جالبه به سناتورها اشاره کردید، چون الان در 12 از سناتورها گفتن که تایید نخواهند کرد نتیجه آرای ایالت‌های مختلف رو در مجمع گزینندگانشون. میخوام اینو ازتون بپرسم که این حزب جمهوری خواه رو در چه موقعیتی قرار میده که از یک طرف رئیس جمهوری داره که 2 هفته مانده به پایان دورش نتیجه رو نپذیرفته، یه تعداد از جمهوری خواها در سنا و مجلس نمایندگان میگن که با او همراه خواهند شد، یه عده دیگه میگن همراه نخواهند شد. به هر حال این رای دهندگان، بعضیا طبیعتاً طرفدار آقای ترامپ، همچنان باقی خواهند موند. این چه ضربه‌ای میتونه بالقوه بزنه به حزب جمهوری خواه؟ بن اولش بگیم ما در مورد 2 موضوع متفاوت بحث می‌کنیم. یه موقع است که شما اعتراض می‌کنین به عنوان سناتور، اعتراض می‌کنین به نتیجه انتخابات به همراه حداقل یک عضو مجلس نمایندگان که اون میره وارد پروسه رأی‌گیری و پذیرش و مسائل از این قبیل میشه. یه موقع است که میگین شما اعتراض می‌کنین، هنوز معلوم نیست که اون افرادی گفتن اعتراض می‌کنن، این سناتور کروز و ترکیب ایشون، دقیقاً چه نوع اعتراضی می‌خوان بکنن. یعنی از اول می‌خوان بگن نتیجه رو نمیپذیریم، با نمایندگان مجلس نمایندگان همراه بشن که در چند ایالت رو مورد بازبینی قرار بدن، یا اینکه اون بحثی خود آقای کروز هم مطرح کرده بود که ما باید نتیجه انتخابات رو یک کمیته ویژه تعیین بکنه. اولی تعیین باقی خواهد موند دیگه. یعنی الان آقای پنس اگر حرف آقای ترامپ رو گوش بکنه و حال ممکنه یک بحران قانون اساسی پیش بیاد، یه تعدادی از جمهوری خواها با مخالفت بکنن، و اگر حرف آقای ترامپ رو گوش نده و اعلام نتیجه نهایی رو به نفع آقای بایدن در مجلس سنا اعلام بکنه، خب یک تعدادی از طرفداران آقای ترامپ طبیعتاً با آقای پنس بد خواهند شد. اینطور نیست؟ بله بعد خواهم شد. ولی آقای پنس، ببین، برای آقای پنس اگر آقای ترامپ رئیس جمهور برنده انتخابات برنده میشد، به عنوان در 4 سال دیگه میتونست یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باشه. اما همین آقای کروز که الان پرچم رو به دست گرفته در مخالفت با آقای بایدن، طرفداری آقای ترامپ، یکی از مهمترین دلایلی که میخواد این کارو بکنه اینه که 4 سال دیگه، حالا اگر آقای ترامپ نیاد، یکی از کاندیدایی که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود، میخواد رأی طرفداران آقای ترامپ رو دست بیاره. ببینید، حواستون باشه، در سال 2016 تد کروز آخرین جمهوری خواهی بود درون کاندیداهای جمهوری خواه که با آقای ترامپ در افتاد. اتفاقا همیشه سعی میکرد هوای آقای ترامپ رو داشته باشه، چون تصور میکرد آقای ترامپ برنده نخواهد شد و اون میتونه رأی طرفداری آقای ترامپ رو دست بیاره. فقط اون آخرش که وقتی دیگه 2-2 شدن، دعواشون شروع شد. این تمایل شخصی آقای تد کروز هست برای انتخابات امسال. اما خب بدیهیه، حزب جمهوری خواه حزب دوران خوبی رو نخواهد داشت. سران حزب جمهوری خواه، این استبلیشمنت حزب جمهوری خواه، به دنبال همچین چیزی نیستن و این مشکلی که در آن حزب جمهوری خواه باقی خواهد.